به شما در آستانوی شبات و خولموی پسخ هستیم و اما طوری که دوستان و سروران عزیز اطلاع کامل دارند در شبات و خولموی بخشی از تورات نوق دوشا که از پاروشای کتیسا از سفرش متحس قراعت میشه و اونجا نکته خوردن مدسا و همچنین موضوع خیه پسخ درش ذکر شده و احتمالا میتونیم بگیم که این یکی از علت هایی است که این قسمت یعنی پسول لخا خونده میشه به خاطر اینکه در ادامه در خصوص خک پسخ در اون صحبت شده ولی که اگر که یک مقدار دقت کنیم میبینیم که شاید موارد دیگری هم در این بخش از تورات مقدس که به نحوی به موعد پسخ ارتباط داره و نکات آموزنده در اونها گنجانده شده است که به یک مورد از اونها به ذاتشم اشاره میکنیم انگامی که ما این قرائت رو شروع میکنیم از ابتدا و میرسیم به آخر وقتی که آخرین پاسخ رو میخونیم بحث این است که لوت و شل گدی به ایمو یعنی اینکه بسقاله رو در شیر مادرش نپس به عبارت دیگر بحث باسار به خلاف اینجا پیش میاد که ما اطلاع کامل داریم که از نظر شرع یهود خوردن گوشت و لبنیات ممنوع است و حتی اگر یک نفر نمیخواد گوشت و لبنیات رو خودش بل شخصه بخوره میاد و پیش خودش تصوراتی میکنه که بیاد گوشت و لبنیات رو با همدیگر بپزه و بفروشه اون هم آسوره به دلیل اینکه اصل انجام این عمل ممنوع است و اگر این کار رو انجام داد خاص به شلوم ایشون حق نداره که بخواد به فرد غیر اسرائیل حتی اون رو بفروشه و استفاده ای چیزی ازش ببره و فقط و فقط باید به نحوی اون رو از بین ببره که هیچ نوع عوایدی برای اون فرد نداشته باشه پس اینجاست که اگر ما یک مقدار عمیقتر به این مطلب نگاه کنیم میبینیم که دو چیز هست گوشت و لبنیات حالا شما فهمات گوشت و شیر ما میبینیم که گوشت به تنهایی البته گوشت حیوان کاشر این از نظر خوردن برای یک فرد مشکلی نداره حلال هست در حالی که تمام اون مراحل رو گذرانده باشه یعنی گوشت انگام که مراحل اخشه رو گذرانده باشه اون رو هر شبد هیکا کرده باشن دخیا کرده باشن و درست شسته باشن آب نمک همه بهراماش کاملا ردیف شده باشه خوردنش مجاز است و از سوی دیگر لبنیات یا شیر خوردن اونها هم مجاز است هر کدوم به تنهایی هیچ مشکلی نداره انسان میتونه گوشت بخوره انسان میتونه لبنیات بخوره ولی که با هم نباید بخوره بنگامی که خورد باید که طبق علاها اون زمان لازم رو که گفتن سب بکنه که بتونه به سلا از اون نوع دوم استفاده کنه همینطوری که ما این مورد رو داریم میبینیم که وقتی این دوتا چیز حلال یعنی لبنیات حالا یا شیر و گوشت با هم مخلوط میشن نه تنها که از نظر خوردن آسور هستن یعنی آسور که انسان ها رو بخوره آسوره که اونها رو با هم مخلوط کنه و همچنین اگر این کار انجام داد آسوره که به صلاح به خواهد اونها رو بفروشه و استفاده و پولی چیزی ازش به دست بیاره خب این مقدار تعجب برانگیز است انگامی که دوتا چیز به تنهایی و هر کدوم جدا جدا برای ما مجاز هستند چرا وقتی که مخلوط با هم دیگر میشن چنین وضعیتی رو که بسیار از نظر مورد سختی است برای ما پیش میارن در حالی که مثلا در رابطه با ممنوعیت و دیگه شاید این تو چیزی نباشه در رابطه با عرض گوشت خوک یه نفر میخواد مثلا گوشت خوک رو روش تجارت کنه بفروشه به افراد غیر یهودی که به اصطلاح اونها از اون گوشت استفاده میکنن اینا این مشکلی نداره این آسور بهنا نیست ولی که ما میبینیم که باسار به خلاف که دو تا چیز به قول معروف حلال هستن وقتی که با هم مخلوط میشن این مشکل ایجاد میشه اگر بخوایم دقت کنیم میبینیم که در رابطه با خامتس هم یک مورد مشابهی ما داریم خامتس که اون خمیره برآمد باشه از اون پنج نو خلهی که وجود داره انگامی که در طول سال در اختیار ما قرار میگیره اینها کاملا مجاز هستند و ما میتونیم استفاده بکنیم هیچ مشکلی نداره ولی که در پسخ نه تنها که نمیتونیم استفاده کنیم اگر کسی خامس در پسخ تحت مالکیت خودش داشت و پسخ از روی اون گذشت اون خامس میشه آسور بنا یعنی دیگه آسوره که از اون حتی استفاده کنه و باید به نحوی اون رو از بین ببره پس اینجا ما میبینیم که خامس هم که یک چیز مجازی است در سایر ایام سال در پسخ ممنوع و یک ممنوعیت بزرگتری هم که داره این است که اگر که در پسخ خامس تحت مالکیت یک فرد یهودی باشه دیگه این در حقیقت بعد از پسخ هم آسور به هنها خواهد بود و هیچ نوع استفاده ای از اون نمیشه کرد میفهمون که از این نکته ای که در طردار در خصوص باسار به خلاف مطرح کرده ما نکته ای رو در رابطه با پسخ میتونیم یاد بگیریم و هر دو مورد رو هم بحث خامس و هم باسار به خالاو رو ازش یک نکته بسیار مهم اخلاقی و رفتاری فرا بگیریم میفهمان که درست است که انسان مواردی رو در اختیار داره که از نظر علاقه میتونه از اونها استفاده بکنه گاهی وقتها از نظر علاقه واجب هست که انسان یک کار رو انجام بده ولی که انسان باید بدونه و متوجه باشه که حتی چیزهایی که براش کاملا مجاز هست و گاهی وقتها میتسواست که اونها رو به مرحله اجرا بگذاره اگر که در زمان و موقعیت مناسب خودشون ها رو به مرحله اجرا نگذاره این مشکل آفرین خواهد بود مثلا اینکه انسان تفیلا بخونه و به کنیسا بره و با جماعت همراه باشه یکی از موارد بسیار مهمی است و یکی از میتسوهایی که انسان باید به مرحله اجرا بگذاره چون که تفیلایی که الان ما برگزار میکنیم به جای قربانی است که در زمان آبادانی به تمیق داشت به درگاه پروردگار تقدیم می شده. از سوی دیگر انسان مثلا وقتی که متوجه شده که فردی است که ایشون که سالت داشته و چند روز مثلا خدا نکرده در بیمارستان بستره بوده و فلان و اینها و الان دوباره اون رو میبینه و خیلی خوب است که حال و احوالش رو بپرسه که وضعت به چه صورت است بهتری بهتر نیستی و به هر حال اینکه باش صحبت میکنه و بهش رویه میده این مورد بسیار مهمی است پس اینکه انسان بخواد به یک فرد مریض صحبت بکنه و به اون رویه بده یک میسوای خیلی خوبی است و اینکه تفیلا بخونه اونم یک میسوای خیلی خوبی است ولی انگامی که طرف اومده در کنیسا و اونجا باید فقط واسه جمع باشه به تفیلا خوندن و اون فرد مریض رو میبینه و بخواد بره و در وسط تفیلا با اون فرد مریض حرف بزنه که بله حالت چطور است بهتری چند روز نبودی امیدوارم که فلان فلان این در حقیقت یک نتیجه خوبی ازش حاصل نمیشه چرا چون که ایشون اومده و با وجود که باید اون کار رو انجام بده ولی که در زمان نامناسب این کار رو انجام میده این مطلب مطلب مهم است که باید بهش دقت داشته باشیم حالا بحث خامتس هم همین هست میفهماد که اگر در پسخ ما بحث خامتس رو داریم بایستی که واقعا بشینیم و فکر کنیم و متوجه بشیم که چرا پروردگار بزرگ ما را از از کشور مصر بیرون آورد و بحث خامس از کجا پیش اومد و و, منطق و فلسفه این که ما نباید از خامتس در پسخ استفاده کنیم و اگر خامتس در پسخ در اختیار ما بود و پسخ از اون گذشت این دیگه آسور برنامه میشه چی چیه اینکه در میزمور پسخ میخونیم میخاخام و یاونله چه کسی است فرد عاقلی که این مطالب و این برنامه ها رو درک کنه وید بونه خسته و به احسان ها و نیکی های خداوند پی ببره منظور این هست که ما باید قدر زمان رو بدونیم و موعد پسخ رو بی خود و بی جد خاص بخواد لا با موارد و برنامه هایی که اونطور که باید شاید مناسب این موعد نیستند سپری نکنیم متوجه باشیم که در موعد ما بایستی که پی ببریم به بزرگواری پروردگار اون لطفا و مراهمی که نسبت به ما انجام داده و در حقیقت از اون موقعیت نهایت استفاده رو بکنیم و اون نیکی هایی که اشم برای ما انجام داده همواره جلو چشم ما باشه و عاملی باشه برای اینکه ما از اقدس خود تشکر کنیم و ایمان ما قوی بشه که متوکل اقدس بر این کارا رو برای ما انجام داده در آینده هم برای ما انجام خواهد داد و به این نو بتونیم زندگی راحتتر و بهتری رو داشته باشیم در پیرقاوت انگامی که گفتار ریبی و داناسی رو مورد بررسی قرار میدیم ببینیم می که در ادامه ایشون میفهماد که وهوه مخشه و هفسد میتسوا که نگید سخراح و سخر عویرا که ایشون توصیه میکنه و میفهماد که همباره زرر میتسوا رو در برابر نفعش و نفع گناه رو در برابر زررش در نظر داشته داشت باش و اونها رو واقعا حساب و کتاب درستی براش انجام بده میفهمان که ایشون در خصوص میتسوا اول میگه زرر میگه زرر میتسوا رو در برابر نفعش حساب کن ولی که در برابر در مورد گناه میفهمد که اوسخر برای که نگه صدا یعنی نفع گناه رو در برابر زررش حساب کن منظور چیست؟ منظور این است که انسان انگامی که یک میتسوای رو انجام میده در دید اول در مرحله اول ایشون یک ضرری شامل حالش میشه یعنی انسان باید به نحوی از خود گذشتگی داشته باشه که میتسوا انجام بده اگر که فرض بفرمایید الان طرف یه مبلغ پول تو جیبش است فرض کنید صد هزار تومن پول تو جیبش است و انگامی که ایشون داره میره یک فرد میاد و ازش تقاضا کمک میکنه و ایشون هزار تومن به اون فرد صداقا میده این صد هزار تومن تبدیل شده به 99 هزار تومن یعنی در دید اول یک ضرری شامل آله شده ولی که این ریبیو در که اگر این ضرر رو میبینی دقت داشته باش که یک نفع و یک سود بسیار عالی و بزرگی در انتظارت خواهد بود پس یه ترارت رو ضعیف و سست نکنه که بگه آقا چرا من اون صد هزار تومن که تو جیبم هم هست رو باید تبدیل کنم به نواد هزار تومن نه اگر این ضرر ظاهری به تو میرسه ولی که در اون طرف یک سود و نفع بسیار بالایی شامل حالت خواهد شد و برعکس عکس سخر را که نگه دف صدا گناهی که انسان خواست رو انجام میده معمولا همواره در مرحله اول انسان سود میکنه لذت میبره یک به قول معروف موردی شمالوالش میشه فرض حامد کسی که پولی تو جیبش نیست الان فرد فقیریست حالا یا فقیر است یا به حال محتاج است یا به نحوی و در عوضه که بره از راه درست پولی رو به دست بیاره یه سال میتون رو گول میزنه و ایشون میره یک جایی دوزی میکنه مثلا صد هزار تومن پول میدوزه و میذاره تو جیبش تا یکی دو دقیقه قبل ایشون هیچ چیزی نداشت یعنی جیبش خالی بود ولی که الان که این گناه رو انجام داد فلفور صد هزار تومن پول اومد تو جیبش یعنی چی؟ یعنی انسان گم که گناه رو انجام میده اون اثرش رو اثر به قول معروف کذایی مثبتش رو همون موقع میبینه یک اثر مثبت است ولی که مثبت کذایی یعنی چیزی است که خاص به این باید بدونه که در آینده ضرری بسیار بزرگ منتظرش هست و اینه که میفهمات انگام که انسان میخواد یک گناه انجام بده درست است که در وهله اول احساس میکنه که به نحوی یک سودی یک استفاده یک لذتی شامل حالش میشه ولیکن باید بدونه که از اون طرف ضرری که شما مرادش میشه چند صد یا چندین هزار برابر بدتر از این نفعی است که الان شما دارش میشه و به این نف خودداری بکنه و خاص به خالیلا خودش رو آلوده به گناه نکنه پس اینجا نکته بسیار مهمی رو روی بدناسه بهمون عنوان میفهماد و ببرین که همواره با التحاب میتسوا رو به مرحله اجرا بگذاریم و با کنترل شدیدی که رو خودمون داریم به را رو مغلوب کنیم و از انجام عمل خلاف و گناه خودداری کنیم شبات و خلمایده بسیار خوبی رو برای همگی عزیزان آرزومندیم شبات چلوم اومدیم لسیم